آنش آرش از بازار ارز شروع بکنیم که امروز تمامی شاخص ها در این بازار سعودی بودن دلار صرافی ملی همونطور که در جدول هم میبینیم 253 تومان افزایش قیمت پیدا کرده و رسیده به 23591 تومان چه تغییراتی رو شاهد بودیم در بازار ارز ما امروز؟ خب بعد از تعطیلی سه روزه بازار عملا قیمت ها با افزایش شروع شد عمده تحلیل ها و خبرها پیرو نظرات در واقع به نامزدهای های انتخاباتی است به خصوص در حوزه ارز مناظره ای که برگزار شد صحبت هایی که راجع به نرخ دلار شد در مجموع تحلیل ها این بود که یک سیگنال افزایشی رو این موضوعات به قیمت دلار داد همزمان خب در مورد مذاکرات هم خبر خاصی منتشر نشده و اون هم انتظارات افزایشی رو در بازار در واقع ایجاد کرده دلار بازار آزاد کماکان هول و 24000 تومان دوباره به بالای 24000 تومان برگشت پنج شنبه 23800 بسته شده بود حواله دلار در سامان نیما هم بعد از مدت ها سعودی شده امروز و قیمتش رشد کرد یورو و درهم هم همینطور که دیده میشه با رشد قیمت روبرو شدن اما رمز ارزها دو خبر مهم رو راجبش بگیم یکی تهدید سایبری ایلان ماسک در فضای بین‌المللی خیلی خبر پرهاشیه است به دلیل نقش اون در نوسان در بازار رمزارزها اون طور که ارزیابی میشه همینطور که میبینیم بیت کوین هم امروز روندش تقریبا سعودی بود 36 و, و قیمتی بود که برای ثبت شد اتریوم هم تا 2800 دلار بالا رفت و در مجموع روند سعودی داشت و دوج کوین هم که یک رشد قیمتی رو داشته و خودش رو یک لول بالا کشیده حدود 37 سنت معامله شد در ایران هم مالباختگان صرافی کریپتولند امروز جلوی دادسرای جرایم ویژه اقتصادی تجمع کردند که خبر مهمی در این حوزه در ایران خب نگاهی هم به بازار سکه و طلا داشته باشیم که در این بازار هم ما شاهد افزایش قیمت ها بودیم سکه تمام میبینیم 130 هزار تومان گرانتر شده و رسیده به 10 میلیون و هزار تومان چه تغییراتی در بازار سکه و طلا اتفاق افتاد؟ خب متاثر از اون رشد قیمت دلار بازار طلا هم در واقع سیگنال افزایشی رو از دلار گرفت به جز نیم سکه که تغییری نداشت بقیه شاخص ها افزایشی بودن قیمت طلای جهانی هم بعد از اینکه آخر هفته میلادی رفت تا 1860 دلار ابتدای هفته جاری دوباره برگشت به 1890 کمی رشد کرد که به نظر فردا شاید اثر اون رشد قیمت جهانی رو بیشتر روی بازار ما مشاهده بکنیم خب بپردازیم به بازار بورس اگر نقشه بازار رو برای دیوار ببینیم مشخص هست که رنگ سبز غالب هست امروز در بیشتر گروه های بورسی بزرگ به خصوص سرایی مثل خودروسازی شیمیایی و فرآورده های نفتی ببینیم که نمادها با افزایش قیمت روبرو شدن اما در سمت راست بازار در گروه های بورسی کوچک و متوسط میبینیم که 50 50 هست برخی نمادها قرمز و برخی سبز هستن و افزایش قیمت پیدا کردن اما به طور کل شاخص کل بورس امروز افزایش پیدا کرد اگر بر جدول ببینیم 7 دهم درصد ما شاهد افزایش بودیم و رسید به کمتر از یک میلیون و صد و, و هفت هزار در بازار بورس دقیقا چه تغییراتی رخ داد خب همینطور که در نقشه بازار دیدیم امروز تقریبا بعد از امروز اولین روز معاملاتی هفته حساب میشه برای بورس مشابه روز چهارشنبه بود تغییرات همینطور که میبینیم شاخص کل هفت دهم درصد و شاخص هموز نیم درصد رشد کردند در مجموع بازار سبزرنگ بود نشون میده نسبت نمادهای های مثبت به کل که 54 درصد بازار نیم بیشتر بازار امروز مثبت بوده مشابه روز چهارشنبه است نسبت تقریبا همون نسبت حفظ شده در مجموع گروه های بزرگتر کمی وضعیت بهتری رو داشتن اما مناظره اقتصادی رو موضوع بورس هم در اون بسیار حساس بود و خیلی صحبت ها انجام شد دیروز یک سری اسناد و مدارکی رو یکی از نامزدها در واقع در تلویزیون نمایش داد که بانک صادرات رو به طور مثال متهم کرد 9400 میلیارد تومان از بورس برداشت کرده لک لیست در واقع شرکت هایی رو ارائه داد در این مناظره اما ارزش معاملات خرد به 4200 میلیارد تومان رسید صفحه‌ای روش امروز سنگین تر شدن به نسبت چهارشنبه ده درصد و خالص خرید اشخاص حقیقی هم مثبت شد 107 میلیارد تومان حقیقی ها وارد بازار کردند برخلاف روز چهارشنبه که خروج پول حقیقی رو ما از بازار داشت